شما چرا اینجا هستید؟ حضور مبارکتون عرض کنم که من خب میدونید که من برنامه های شما رو دنبال میکنم. بله. یعنی شاید شما تنها شخصیتی باشید که من بسیاری از برنامه های شما رو حتی اگه وقت نداشته باشم وقت رو ایجاد میکنم که بشینم و برنامه ها رو ببینم. یه سری برنامه ها رو بسیار میپسندم، شخصیت شما رو هم میپسندم، با علم به این که تفاوت سلیقه های بزرگی با هم داریم، توجه میفرمایید. ولی در بسیاری از این میزه گردها و یا پنل هایی که شما میگذارید، همونطور که تلفنی هم با هم صحبت میکنیم قاعدتا بعد از یکی دو بار در هفته یا در دو هفته این حرفا، من به شما میگم جناب فروزنده، من اکثر کسانی که شما باشون برنامه میگذارید، به عنوان مثال همه اینها طرفداران اوباما هستند. یعنی در اکثر بحث ها اینها، مثلا به عنوان مثال اگر آقای بنجامین نتانیاهو میاد از طرف سخنگوی کنگره آمریکا میاد و دعوت میشه میاد اینجا، این آقایون حمله شدید که به ایشون میکنن، ولی در این حال نگرانیشون از ناراحتی آقای اوباما پرزیدنته که اینجا آندرلاین شده آقای نتانیاهو اومده. یا اصولا اوباما رو به عنوان یک رئیس جمهور خوب و موفق، طبعا خود شما هم این نظر رو دارین، ایشون رو خیلی میپسندید. من کاملا رئیس جمهور ایدئال شماست. نه، لغت ایدئال به کار نمیبرم. رئیس جمهور فوق العاده موفق، رئیس جمهور اثرگذار تاریخی در امریکا میدونم و بر سر این نظرم هستم. حضورتون عرض کنم تفاوت سلیقه بنده با شما، ولی شما دو چیز حالا نشد. اگه من وسط همین از اینجا بیافتیم به جون هم به جایی نمیرسیم. من میخوام شما کامل دقیقاً دارم 3-4 دقیقه نکاتتون رو بگید، همونجا دارم. چون شما منو وادار کردید بگم که من طرفدار اوباما هستم. من دقیقاً می‌خواستم این کارو بکنم. من یه دموکرات هستم به اون جایی که باید برم. من یه دموکرات اصلا پنهان نمی‌کنم. نه، دلیلش دعوت شما از یک سری آدم‌هایی که هم فکر شما هستن، اصلا به این دلیل شما نه، ولی شما این کارایی رو دارید، این شخصیت مثبت رو دارید که وقتی من به این مسئله اعتراض می‌کنم میگید آقا بیا تو حرفتو بزن. بله، این خیلی نکته مثبتی، یعنی در بین ژورنالیستای ما کمی همچین چیزی پیدا میشه. به همین جهت هم ما یه روابطی داریم با تفاوت سلیقه هامون بسیار دوستان هستن. خواهش. ببینید جناب فروزنده، اوباما به طور کلی دموکرات ها، من حالا شخصیت اوباما اصلا انقدر برجسته نیست برام که بخوام وقتی زیادی روش بذارم، به طور کلی دموکرات ها اینها باعث بدبختی مملکت من شدن. یعنی از کارتر شما شروع بفرمایید، یعنی به نظر من یکی از پوزش میخوام از بیننده های نازنین که من این واژه رو به کار میبرم، ابلهترین پالیتیشن هایی که من در تمام عمرم دیدم پرزیدنت کارتر بود. بعد باعث و بانی بدبختی کشورم رو، من یه چند درصدش رو، حدود 30-33 درصدش رو سیاست های آقای کارتر و کابینش بدون. بگذاریم که 52-53 درصدش روشنفکران بسیار قدرتمند ما بودن که اون بلا رو سر ما آوردن و به یک مرد، اون بحثا رو قبلا با هم کردیم. ببینید جناب فروزنده، آقای اوباما یه پالیسی رو به کار گرفت که من طرفدار جنگ نیستم، توجه میکنین، و گلکسی ایشون به اصطلاح کار ایشون اینه که این دو سال باقی مانده جنگ جدیدی شروع نشه. برای همینه آمریکا اراده بکنه در کمتر از 3 هفته میتونه کار آیسیس رو، داعش رو تموم کنه. یعنی شما اگر بشینید صحبت‌های این آقایی که الان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکاست، همین الان داره اونجا داره کار میکنه، خود ایشون اومد پریشب توی فاکس نیوز گفت ما قدرت این که داعش رو 3 هفته نابود بکنیم رو داریم. چرا آقای اوباما نمیخواد نیرو اونجا پیاده کنه؟ دلیل اینی که نمیخواد وارد یه جنگی بشه و این جنگ به پرزیدنت بعدی انتقال پیدا کنه. پس در این صورت یکی از مشکلاتی که الان ما میبینیم، حکومت اسلامی وارد یک به اصطلاح داره به یک توافق با آمریکا و 5 به علاوه 1 به رهبری آمریکا داره میرسه، یعنی این توافق اگه فردا تو ژنو امضا بشه، حکومت اسلامی 10 سال دیگه حکومتش تا
تو ایران تضمین شده. اینا همه پیش‌فرضای شما. پیش‌فرضای منه. حالا اجازه بفرمایید. دو سه دقیقه بیان وقت دارید. دو سه دقیقه. شما الان با جناب افشین جمع صحبت می‌کردید. در مورد فوتبال صحبت می‌کنید. در مورد خانم‌ها صحبت می‌کنید. آقای محترم، ده‌ها و صدها و چند هزار زن فرهیخته ایرانی تو زندان‌های حکومت اسلامی دارن ریپ میشن. حکومت اسلامی به مقررات جهانی، به حقوق بشر پایبند نیست که بیاد به این حرفا گوش کنه. اونها تابع قوانین شرعی خودشون هستن. یعنی تا روزی که حکومت اسلامی برای سرنگونیش ما هممون هم دست نشیم صحبت کنیم، این بازی‌ها به نظر من وقت گذرونیه. برای فوتبال، برای خانوما، برای اونا 36 سال گذشت. تازه نشستیم داریم حکومت اسلامی رو دستمال گرفتیم دست اون، التماس میکنیم بیاین اجازه بدین خانوما برن تو استودیو. جناب فروزه، شما دارید همچین کاری میکنید؟ من اصلا اعتقاد ندارم که بکنم. اینو دارم میگم، میگم دارن یه عده میکنن و احساس میکنن این کار مثبته. مثل تمام کارهایی که تو این 36 را نافرمانی مدنی، یه قطره خون از دماغ کسی نمیخوام، میخوام کم هزینه رژیم را عوض کنم. یعنی چی؟ یعنی تا 50 سال دیگه هم صبر کنی. اینها نیروهای بازدارنده و اینها حامیان رژیم اسلامی و اربابان شما در جهانی. شما اگر صبر نکنید چیکار میکنید؟ من اگر صبر، ببینید این سوالو بارها از من کردین، همین کمپین ها، همین پنل ها، همین اظهار نظر ها، همین پروژه ها حکومت اسلامی رو هی فربه‌تر و قوی‌تر و قدرتمندتر و خونخوارتر کرد. این که تکرار مکرر. من جناب، من 5 سال پیش در تلویزیون آریامه یه حرفی زدم. اجازه بدید. من 5 سال پیش در تلویزیون گفتم تا آخوندکشی شروع نشه ایران ما آزاد نشه. خب دستورشو دادید؟ ببینید اجازه بدید، دستورشو دادیم. دستور که من کوچیکتر از این حرفام که دستور بدم. نه، نشد. نه، پیاده کردیم. نشد جناب. ولی همه دوستان، شما رو نمیگم، همه دوستان که اون موقع جلوی دوربین بودن، هنوزم تمامشون کمال تمام و کمال هستن، 5000 دلار این میگیره، 8000 دلار اون، همم هستن، کارشون هم دارن میکنن، تمام اونها به من حمله کرد. آقا این از هیتلر بدتره. پس فرق ما با آخونده چیه؟ شد ببینین آقا، تا توی ایران اون کسی که میخواد خودشو بکشه بره اول یه آخوند بکشه. اینها رو باید ترسوند. اینها رو حکومت اسلامی با سلوند. نه آقای بفرد، پس طرح شما آخوندکشیه؟ طرح من نیروی قهر برای براندازی حکومت. بعد اونجا میرسیم. نه اجازه بدین، اجازه بدین میرسیم. نه یه فارسی دیر و زود دارم. نه فارسی بح. اون نکتهی که گفتی، طرح شما آخوند کشیه. آخوند یعنی سمبول حاکمیت امروزه. تمام شد. درست؟ بله. شما معتقدی اینا رو باید کشت؟ من معتقدم. اگر 5 سال پیش این نظر رو دادی. بله. درسته؟ بله. تا آخوند کشی. آخوند دوزاری که میره توی مسجد روزه میخونه و ببینید آخوندان که خطبگان نشستن، آخوندهایی که تو مجلس آقای... تشخیص مسئله آقای ببینید، من به عنوان مهمان سعی میکنم استدعا میکنم میدون در دست شما باشه. استدعا میکنم، ولی شما به منم اجازه بدید که نکاتی رو که به نظرم میرسه خدمتتون بگم. استدعا میکنم بفرمایید. شما که این فرمان رو دادید و تلویزیون هم داشتید اونجا و بسیار هم طرفدار داشتید، بله، مهم نیست که یک تلویزیون دیگه، یه برنامه ساز دیگه، یا چند تا روشنفکر به قول شما شاید دوزاری دیگه اینا با شما مخالفت کنن. کارتونو میکردین جناب فروزنده؟ مگه ببینید یه حرفی بزنید منطقی باشه و یه دونه چطور چاقو نه اجازه بده چاقو میتونه بنده با یه چاقو بیام سراغ مسلسل آقای 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 ریختن سر آقا هم بردن بیچاره داکتر سر چی بردن؟ سر این که فرمان آخوند کشی دادی؟ نه فرمان این که آقا شما برنامه با برنامه هایی که به ما دستور میدن پیاده میکنیم فرق میکنه، بعد بری. نشد. کی به شما گفت باید بری؟ نه اینا رو اگه میگید باید بفرمایید. آقای فروزنده، آخرش رو باید آقای فروزنده چی به شما گفت باید برید؟ یه سوال از شما دارم. نه دوست شما سوال از من بکنید. نه دوست بسیار نازنین بنده، یه شخصیتی که خیلی هم دوستش دارن، خیلی هم، به نام علیرضا میمونی، الان مثلا 6 ماه هر روز نشسته با آقای کیان، این آقای که ریش بزی دارن اسمشون آقای نوریالا. آخه دیگه چی داره نوری علا بگه؟ 30 سال جلو دوربینه. نه نشد. نشد چیه؟ نه اجازه. اولا یک
یه سری تلویزیون هامون تو دسته برگشتهای حکومت اسلامی به اینجا. آقای سکویی شما اسم میارید از افراد، من نگران آقای میبودی نیستم. برای اینکه ایشون بله کارشو بلده. نه نه نه، میبودی رو میبودی جایگاه خاص خودشو داره. دقیقاً قضاوت منفی یا مثبت من و شما هم اصلی در جایگاه من حرف دلم رو دارم میزنم. آخه حرف دل رو ببینید بفهم. بعدن بسیار فعالیه، کارش رو خیلی خوب میشناسه و کاملا سیاسی، نقش اصلا کاملا سیاسیه. من سیاست مدار نیستم، دارم این نظر رو میگم. نه 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 نه، نقش فرهنگی خودش مهم نیست. مایی 20,000 دلار یا مایی 50,000 دلار، میبودی اگر در یه شرایط عادی در کشور ما بود شاید باید مایی 2,000,000 دلار میگرفت. ولی خیلی برای اینکه بسیار باثباتر رفتن یه گوشه نشستن دارن سرچ میکشن. زندگی اجتماعی مثل مدرسه نیست که هر کسی درس بهتری خون نمره بیشتر بگیره، جامعه شرایط دیگه ای داره. بنابراین او رو بذارید کنار. باشه. برای اینکه بسیار جامعه ایران، من علارغم تفاوت نظرهایی که با جناب میبودی دارم، به ایشون بدهکاره. اصلا شک اون بین شما دوتا نه بین ما نیست، مردم شما... ایران بهش بده. چرا؟ بده چرا؟ نه از بحث ما بحث میبودی نیست. پس بس بگید. نه 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 شما اسم بردید. من باید جواب بدم. نه شما اسم بردید. به نظر شما من شخصیت هایی مثل آقای میبودی که میگه بسیار جایگاه به جایی نمیرسیم. اگر مطلبی میگید باید پاسختونو بگیرید. دو، آقای نوریالا رو اشاره کردید. من فکر میکنم شما حرفای آقای نوریالا رو همشو نمیشنوید. نوریالا یه دارت المعارفه. عجب. نوریالا در مورد ادبیات ایران یه شاهد زنده است. نوریالا یک شاعر بزرگ به کشور من زده برای من مهمه. ما شاعر زیاد زخم می‌زده، نویسنده زیاد زخم می‌کشه. یکی از زخمی که شما برای کشور زدید از اون مهمتر. نه چرا؟ چرا؟ چرا شما کجا بودید موقع آقای نوری؟ آقای نوری الا از کسانی بود که یکی از مشعلداران این انقلاب بود یا نبود؟ اصلا صدها هزار تن مشعلدار این انقلاب بود. شما دو هفته پیش تو برنامه گفتین من به این انقلاب رفتم، مثل میلیون ها نفر تو خیابون بهشم افتخار میکنم. چی افتخار میکنی؟ آن نشد. ببین اصلا مسئله نوریالا رو حل کنیم بعد بریم سراغ من. الان به نظر من سراغ نوریالا بعد بریم سراغ فرمان آخوندکشی شما. بله بریم. اجازه بدید بریم. چرا نوریالا بنابر این یک ذخیره ملیه برای شما؟ من دارم میگم برای اعتقادم. 40 سال این مرد رو میشناسن. 40 سال این مرد یک خادم فرهنگی بوده برای جامعه ایران. چی کار کرده برای آزادی ایران؟ شما چی کار همه کرده؟ صحبت از سکولاریزم کردن و این حقا چی کار کرده؟ مشکل در کجاست؟ مشکل در اینجا هست که شما با قواعد جامعه شناسی آشنا نیستید. ابسولوتلی. اون جامعه شناسی که حکومت اسلامی در برون مرز جا انداخته من باش کنار نمیام. آقای به آقای هم کنید. آقای تیمه به قولی شما آقای نوریالا که اصلا تحصیل کرده ایران نیست، جامعه شناس ایرانی نیست، دکترا جامعه شناسی رو از دانشگاه لندن گرفته. و شما بهش میگید که جامعه شناس آخوندی؟ جناب آقای نوریالا بهترین دوران کارایی زندگیشو در ایران گذروند. خب که چی؟ که چی؟ یعنی این آدم در طول این 30 سالی که من در خارج از کشور دنبالش میکنم یک قدم در جهت براندازی رژیم اسلامی بر نداشته و تمام کارهایی که کرده شما جز هر جلسه ای تشکیل شد این رفت به همه. شما جز حرف زدن درباره براندازی و فرمان آخوند کشی دادن چه کردید؟ خیلی کار. چرا؟ خیلی کار. شما تصور نه، تلویزیون خیلی کوچیکه. من اگه بخوام فردا مثل ایکس و ایگرگ جلو دوربین باشم ایز براکتیس $100 جناب من چی کار کردم؟ من همون کاری که آقای تریتا پارسی داره در جهت حکومت همه آدم ها نباید بکشن. یکی عامله، یکی عامله، اینو اشتباه نکن. یک دو من چند تا عامله شما در ایران تونستن موفق بشن؟ نه ما کارهای بزرگتری کردیم. یکی از شما گفتید آقای ببینید مغلطه نکنید. شما بردید من کنید نوار برنامه. نه من میدونم گفتم، ولی شما به من میگید تو چی کار کردی؟ بله ببینید یک کمپین بزرگ، یک لابیست، لابیستای بزرگی در خارج از کشور مثل گروه ناپاک و نمیدونم این حرفا، آقای تریتاپ تازی و اینا دارن بر رژیم اسلامی کار میکنن.
اینو قبول داریم که خیر. نداره. بسیار. پس خب پس دیگه ببینید عزیز من، من آقا قرار نیست شما برداشت شما حرکت شما 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 چرا به طور دائم اسم افراد میارید برای این شما اینجا باید به شرایط شده بشه اجازه چه چه شناخته چرا آقای شما فکر می چرا آقای چیز رفت ایشون رو سو کرد کی آقای به خودشون مربوطه و در مورد سو این طرف و اون طرفش هم آقای دایی به اندازه کافی تریبون داشت بره. و در موردش صحبت کرد برنده شد این در یه آقا برنده یه کار کرد یه کار برای آزادی ایران بسیار کرد بسیار خوب آقای آقای نوری نه یک دعوایی رو که بین ایشون و آقای تریتا پارسی انجام شد رأی دادگاه به نفع آقای دایی بود آقای شما مرز شورزنده شما طرفدار خاتمی هستین اجازه بدین سیستم شما من میگوین آقای روحانی بهتر از مثلا آقای احمدی نژاد من وارد این دام شما نمیشم نه بازی همین یه یه صحبت کن نه نشه شما دارید به من میگید بله. ببینید بحث رو باز کردید بحث رو ادامه بدید ادامه بدید شما گفتید که باید میشه صدام داره من نه متاسفانه تمام شما قدرتمند بحث رو اگه ببرن اگر ببرن با فاصله میشه ولی اینجا صداش میکروفونا رو اذیت میکنه به هر حال باید یه چند دقیقه تحمل کنید نیم ساعت دیگه برنامه تموم میشه ببینید جناب امیدوارم برای سلامتی شما خطر ایجاد نشه ابدا اون قدرتمند نگران نباشه ببینید یک نکته در این جا هست شما گفتید که برای اینکه ایران آزاد بشه باید در ایران آخوندکشی بشه منظور از آخوندکشی رهبران سردسته های این رژیمه کی با آقای نوریالا باید بکشد چون؟ نه کی باید بکشه اینا نه ببینید آقا ما یه دونه رهبری داریم تو خارج از کشور ما یه تیم داریم ما یه کیه؟ کیه؟ نذاشتین کسی باشه یعنی نذاشتن آقای نوریالا هر 8 نفری که دور هم جمع شدن این رفت بغلش یه دونه گودادی باز کرد 4 تا بیل کلنگ زد گفت نه بیاین اینجا اون به هم خورد دوباره رفتن یه دو دکتر نصر رو رفت اینجا زد دوباره اومد یه چیز دیگه زد به آقا اینا شما معتقدید مرگ نوریالا یعنی آغاز یک حیات تازه به حضور اینا ما یه نوری علا نداریم ما ده ها و صد ها و چند هزار نوری علا تو آمریکا داریم پس مرگ چند هزار نوری علا یعنی آغاز مبارزه شکوفا برای چرا اینا در خارج از کشور نمیکشید یارو مگه ما آدم کشیم آقا شما دارید مگه ما آدم کشیم شما دارید مگه حکومت آخوندی ملت ایران رو نمیکشه آقای محترم آقا شما اعتقاد دارید کشور من و تو اشغال شده خیر خب بابا شما طرفدار اینایی دیگه آقا اشغال شده کشور من زن من و دختر من و پسر من رو معتاد میکنه پرده به کارت بر میداره خودت الان چند شبه میشینی نامه میخونی گریه میکنی اشغال شده آقا خیر اشغال نشده توسط یک گروه ایرانی بیخرد عربزاده عراقی مثل رئیس مجلس شورای اسلامی داریجانی ها عراقی هستن یا نیستن اجازه بدید من اجداد خودم رو نمیدونم از کجا اومدن اجداد شما رو هم نمیدونم از کجا اومدن نه من لاغل تا پدر بزرگم رو میدونم ولی اون کافی نیست ولی آقای لاریجانی پدر بزرگش عراق به دنیا اومده ببینید آقای سکوی کشور من اشغال نشده او شده من کشور من اشغال شده است کشوری که 50% جمعیت ایران رو زندانی کرده زنای ایران رو بچه های ایران رو معتاد کرده حکومتی که صبر ملت ایران رو شادی ملت ایران رو نفس ملت ایران رو گرفته یه مش تازی کثیف زنازاده ای هستن که کشور من روش اینها رو من از روی مونچه نمیتونم رد بشم نه من از روی مونچه نمیتونم نه اجازه بدین ولی مسلسل به دست من بدین خامنه ای تمام شورای نگهبان تمام مجلس خبرگان تشخیص مصلحت رؤسای سپاه رو بذارید یه مسلسل هم با اینا خشاب بدین همه شونو میذارم این همون کاری بود که در سال 57 نه عزیزم نه اومدن با این وضعیت 57 فلسطینی ها تو میدون جان مردم رو به گلوله بستن من میدونم آقا شما من میدونم من الان دارم زحمت میکشم با یه تیم با ریپابلیکن ها بادارشون میکنیم اون نامه رو بنویسن این کاریه که ما داریم یعنی میکنیم یعنی کار افتضاحی که افتضاح به نظر شما به نظر تمام مجامعه همون به هم زد سراتونو بیرفعیم اطاعت میکنم سراتونو بیرفعیم ببینید
افتضاح نبود، افتضاح جهانی آمریکا شده. مثل نتانیاهو که اومد توی کنگره، اون از اون افتضاح تر بود. این نظر تیپ شما هاست، معلومه. این نظر تیپ شما هاست که خمینی رو تو ماه دیدید. ابداً این شما هایی که افتخار میکنین تو خیابون رفتین انقلاب کردین. اجازه بده بگو جان. چی رو بگم؟ حالا نوبت ایه. نه شما باید وایسی. چی شد؟ چرا عوضش کردید؟ نه تالا نزده بودم، الان نوبت ایه. این از بس بخار گرفت، حالا این یکی رو دارید میزنید. اونو نزدم هنوز. چرا؟ اون چه موردی میاد وقتی که بخواد مثلا شروع فرمان آدم کشی بدید اون یکی رو میزنه. نه فرمان آدم کشی یه دفعه 37 سال با رفتن تو خیابون انقلاب کردن مردم رو 37 سال کشتن، اون جنایته. اتاق فرمان، خواهش میکنم از کیف من اون دور اون عینکی را بیارید که ایشون بتونن ویدیو هم بگیرن. باش من میخوام به طور بهرسان بهتون عینکی بدم که بتونید ویدیو هم بگیرید. چرا داریم میگیریم دیگه قربون؟ برای چه رفتم؟ اجازه بدیم برای اینکه بتونید قشنگ بذارید روی فیسبوک. ولی ببینید فیسبوک که قرار شد آقا کپی برنامه رو بده من بذارم. یه نکته بسیار، شما اینقدر معروفین که الان این برنامه قبل از اینکه بسته بشه میره تو فیسبوک. من مثلا به این چیزاش فکر نمی‌کنم. چرا حرف من نه به فرمان با آدم کشی شما خیلی مسئله دارم. یعنی فرمان آخوند کشی، یعنی شما فرمان آزادی ملت ایران به خلاص شدن از دست اینها. یعنی روزی یعنی که شما یه هفته پنجاه تا آخوند بالای تیر چراغ برق ببینی، اون وقت من میگم ترس و وحشت تو اون مملکت. آقا اینو چه حساب اینا شب دارن راحت سرشون نمیذارن زمین میخوابن. کسی منکر این نمیشه که در یه حکومت ملی کسانی که مرتکب فساد جنایت شدن، اهم از اینکه آخوند باشن یا نباشن، باید مورد مجازات و محاکمه قرار بگیرن. ابسولوتلی. اما این مملکت فرق میکنه، نفر تو زندانه. این فرق میکنه با اون که اگر مسلسل دست شما بدن میرید همه اینا رو میکنه. نه من گفتم کسانی که تو آقای فروزنده، ببین من خودم به قولی معروف مام تو قهوه خونه ای که شما میرفتین چی میگن ترمه بازی میکردین مام رفتیم. جناب فروزنده، آخوندی که گفتم تو مجلس خبرگان نشسته تو تشخیص مصلحت، نه اون آخونده دوزاری روزخونم یه روز مثل اینا میشه. مملکتی که 10,000 میلیارد تومان رئیس قوه قضاییه پریروز میاد میگه آقا اجازه دادیم کارشون رو دنبال. آقای سکوی، طرز تفکر شما طرز تفکری است بسیار مربوط به آدمهای خوشنشین خارج از کشور. اشتباه میکنید. همینه، اشتباه میکنید. شما یک کار عملیتون رو گزارش بدید در طول این چند سال. کار عملی من جنگیدن با لابیست حکومت اسلامی برای نگه داشتن حکومت اسلامی. در برنامه های تلویزیونی که منظورتونه؟ نه پشت پرده ما داریم کار میکنیم جناب فروزنده. نهادی دارین؟ دیگه اونو من نمیتونم با شما صحبت کنم. نه داریم. بله خصوصی با شما میتونم صحبت کنم. اصلا من جناب شما خیال میکنید چی شد؟ یک باره بدون هیچ سر صدایی 47 تا سناتور تلفنی بهت گفتم 48 تا، گفتی 47 تا، 48 تا بود. یکیشون کشید بیرون امضاشو بیرون. اینا همه دارن اینا رو شما سبب شدیم؟ نه بالاخره دوستان دارن کار میکنن. آقای حکومت اسلامی، دوستان نمیذارن ظریف، روحانی، آقای خامنه ای، خود شما برای بچه‌هات به تو این قرارداد رو به امضا برسه. این قرارداد به هم میخوره. شما باید از عراق برید بیرون، مردم عراق رو رها کنید. شما باید کشت و کشتار بشار اسد رو حمایت نکنید. شما مردم فلسطین رو باید رها کنید. شما یمن رو باید رها کنید. آقا این پورا من مردم منم. نشد آقا. شما اومدید اینجا صحبت کنید یا بیانیه بدید؟ اصلا درد دل نمی کنیم. شما اصلا نمیاید توی بحثی که خودتون باز میکنید. عزیزم شما آمدید گفتید که همه کسانی که در برنامه های این برنامه های من در این تلویزیون میاد که ما رو توجه شما، نه دکتر هولاکویی میاد تو برنامه شما، اعتماد لذت میبره. دکتر هولاکویی هم طرفدار اوباماست. خب اون من فکر میکنم به نحو دیگری باشه. دکتر هولاکویی هم طرفدار اوباماست از نظر سیاسی، حتی اعلام کرده. اجازه بدید شما دارید اشاره میکنید. شما فکر میکنید از دکتر هولاکویی، بله،
نه اگر سوال کنی مطرح نکنید. نه من نمیخوام که هی بحث بیمارت بکنیم. من آدم نازنین رو تعریف کردم. شما سوالتون رو از آقای دکتر هلاکویی بنویسید، من باش مطرح میکنم. الان من وقتم با شماست. من وقتم اینجا نیست در مورد از ایشون نداشتم. من وقتم اینجا نذاشتم برای اینکه شما بشین در مورد علیرضا میبودی و نوری زاده و یه اسه آدمایی که دارن نوری زاده رو شما الان اضافه کردین. من بعداً می‌خواستم بهت بپردازم. نوری علا فرق نمی‌کنه. خودتون اتفاقاً یک شو انداختین بیرون. همه اینا اونم خواهیم نه نشد. اگه خب اگه اینجوری قضاوت بکنید نیستن. نه اگه بگید اینا بالای اگر بفر بالای مسجد نه نشد مردم جنرالای من رو اعلام می‌کردن می‌کردید بالا پای آقای اکبر خودی را آقای سکوی باید عذر بخواید برای اینکه طبق هیچ رأی خیانت آقای نوریزاده به هیچ کس ثابت نشد. به من شده بزرگترین خیانتش من بهت میگم میخوای برات ثابت کنم؟ اگر نه این میخوای ثابت قانون تلویزیونی نیست. من میخوام قانون این تلویزیون شما قانون این تلویزیون این نیست که انگ هیچ تلویزیونی نیست که به شما اجازه بده 70% ملت ایران در حدود مرز اعتقاد دارن به این مسئله. نه من به اینا کار ندارم. شما در این برنامه نمیتونید هیچ فردی رو خائن ذکر کنید. باش نمیکنیم از خودمون تالا نمیدونست. من راحت نیستم برای ادامه برنامه. میتونیم قطعش کنیم. اگر شما از نظر من مگه میخوای بشینم مثل شما برای اوباما کف بزنم و نه من از روحانی و خاتمی تعریف بکنم. نه من شما رو دعوت کردم اینجا با هم صحبت کنیم. صحبت داریم میکنیم. نه اینکه صحبت داریم میکنیم. به کسانی که خدماتی کردن هیچ خدماتی نکردن هیچ دادگاهی اونها رو محکوم نکرده شما انگ خیانت بزنید. ببینم عکس خمینی رو نوریزاده در ماه ندید؟ برای من مهم نیست چی دیده یا ندیده. در هیچ دادگاهی به جرم دیدن عکس خمینی محکوم به خیانت نشد. وقتی ژنرال های ارتش رو داشتن تیربارون میکردن با خوشحالی بالا پایین نمیپرید عکس میگرفت؟ میخواهید من عکس نوریزاده رو به طور با اسلحه تو دستتون نشون بدم؟ تو 57 هیچ دادگاهی ایشون رو نه هیچ دادگاهی به این جرائم دادگاه که هنوز شروع نشد دادگاه هنوز شروع میشه. شما نمیتونید در فردا دادگاه ها شروع میشه. من شما رو اینجا دعوت نکردم به اشخاص مشخص با نام مشخص. شما از دوستاتون میتونید حمایت کنید. شما از دوستاتون میتونین حمایت. نه آقای میبودی میبودی خواهم نیست. میبودی نه میبودی نه آقای نوری علا دوست منه من نه آقای نوریزاده. ارتباط ما ارتباط حرفه‌ای. نوریزاده رو شما آوردی تو بازی. نه. اصلا تو بازی نبود. شما یه دفعه لفظ خیانت رو به کار بردید. اینجا من دیگه کاری نمیتونم بکنم. اشکال نداره جناب فروشنده. من امشب منتظر این برنامه مسئله بودم. متشکرم. هر وقت آمادگی پیدا کردید من به طور کلی جناب آمادگی پیدا کردید. من تا الانم به تو تبریک میگم. هر وقت آمادگی پیدا کردید من اجازه دارم بگم مرگ بر حکومت اسلامی. هر وقت تلویزیون اجازه میده بگم مرگ. نه اجازه بدید. هر وقت آمادگی پیدا کردید که به خاطر اتهام خیانت بره. که هنوز در هیچ دادگاهی دادگاه ها در آینده است. آها دادگاه ها بعد از براندازی حکومت اسلامی تشکیل میشه. من به خود نوریزاده تو چشمش گفتم توی تلویزیون شهرام آمایون تو چشمش رو شهرام آمایون گفتم خائن تر از تو وجود نداره. خوشحالم قربونتون برم. بینندگان عزیز این برنامه رو زودتر از حد موعد تمام میکنیم. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند دلهاتون شاد و روزگار بخیر. Mistakes.